سلام به دوستان صمیمی یاران آشنا امیدوارم حالتون خوب باشه همونطور که میدونید توی جامعه ما نسبت به گذشته مراجعه به روانشناس یک نکات لازم الاجرایی داره که اگر رایت نکنیم به اون نتیجه مطلوب نخواهیم رسید من بر اساس تجربیات این سالهایی که در حوزه روانشناسی و مشاوره کار کردم بعضی از این نکات رو که به ذهن من میرسه براتون میگم و امیدوارم که اونها رو مورد توجه قرار بدید و اگر میخواید که خودتون یا عزیزانتون برای هر موضوعی به روانشناس مراجعه بکنید این نکات رو رعایت بکنید به نظر من تأثیر پذیری اون مراجعتون وقت و هزینه ای که میذارید بیشتر خواهد شد نتیجه بهتری خواهد گرفت رضایت بیشتری از جلسات روانشناسیتون خواهید داشت یک من وقتی که به روانشناس مراجعه می کنم اگر اطلاعات صادقانه ندم روانشناس نمیتونه کمکم بکنه دقیقا مثل هر زمینه تخصصی دیگه وقتی پیش پزشک میرم از من سوالاتی میپرسه کجا درد میکنه آیا چیزی مصرف کردی داروی خوردی اتفاقی افتاده من باید یه شرح حال صادقانه بدم مثلا اگر یه داروی خودسرانه ای خوردم خب بعد اطلاع بدم که این رو خوردم مثلا حالم اینجوری شد بدتر شدم سرگیجه گرفتم فشارم افتاده تا او بتونه کمکم بکنه بنابراین نکته اول وقتی به روانشناس مراجعه میکنید صادقانه اطلاعات بدید اطلاعات دقیق و صحیح رو در اختیار روانشناستون بگذارید دو آنچه که هستم رو میگم نه آنچه که دوست دارم باشم یعنی چی بعضی موقع ها ما تو تست هایی که از مراجعینمون میگیریم کاملا مشخصه که فرد به گونه ای پاسخ میده که دوست داره باشه مثلا یه شخصیت با اعتماد به نفس یه شخصیتی که آرامش داره یه شخصیتی که کنترل هیجانی داره تو ارتباطاتش با دیگران سعی میکنه که مدیریت هیجانی خودش رو داشته باشه ولی در واقع اینجوری نیست چون دوست داره اینجوری باشه جوابها رو توی اون تست ها به گونه میده که در واقع اون تصویر ایدئال رو از خودش نشون بده در حالی که ما وقتی که به روانشناس مراجعه میکنیم آنچه که هستیم رو میگیم البته در کنارش میتونیم بگیم که من اینجوری ولی دوست دارم اینجوری باشم من الان خیلی میترسم ولی دوست دارم که نترسم سه دنبال ریشه ها باشیم نه دنبال مقصر من اگر مشکلی دارم به روانشناس مراجعه میکنم ریشه یابی میکنم و میخوام بعد از اینکه ریشه ها توسط روانشناس به من کمک کرد تا شناسایی بشه درمان بشم اما دنبال مقصر نمیگردم که بگم این تقصیر همسرمه تقصیر بچمه چون دادگاه که نیست ما در واقع میخوایم ریشه های مشکل رو پیدا کنیم و مشکل رو درمان کنیم چهار من روانشناس رو وقتی که مراجعه بهش میکنم برای حل مشکل میدونم نه داور نه قاضی بعضی ها وقتی تو جلسات مشاوره میان مثلا پدر و مادر و فرزند یا زن و شوهر با هم دیگه وقتی که مراجعه میکنن دنبال حل مشکل بعضیاشون نیستن بعضیاشون فقط اومدن بگن که شما بیا حکم صادر کن که این وسط کی مقصره در حالی که جلسه مشاوره و جلسه روان درمانی در نزد روانشناس جلسه دادگاه نیست مقصر اینکه حکم صادر کنیم کی مقصره مشکلی رو حل نمیکنه ما باید کمک بکنیم که مشکل رو حل بکنیم بنابراین به دنبال حل مشکل باشید نه به دنبال یافتن مقصر پنج تصمیم جدی برای تغییر داشته باشیم نه برای کنجکاوی واقعا بعضی از مراجعین که میان قشن مشخصه جلسه اول میان فقط کنجکاون شنیده حالا یه جلسه روانشناسی هم هست دوستش واسهش تعریف کرده اینا میخواد بره مثل اینکه بگیم یه شهر بازی وجود داره یه سری وسیله های بازی آورده کنجکاو هم که ببینن چجوریه جلسات روانشناسی برای تغییر، برای اینکه من از آنچه که هستم دوست دارم که قدمی تغییر مثبت بکنم تو روابطم توی زندگی شخصی تغییر میخوام بکنم تغییر مثبت کنجکاوی به درد نمیخوره یکی دو جلسه میاد پیگیری هم نمیکنه تمرینارم انجام نمیده یه وقت و هزینه ای می میذاره فقط میخواد بیاد ببینه چه جوریه واقعا هیچ کمکی این جلسات اینگونه با این انگیزه بهشون نخواهد کرد شش آمادگی و شجاعت تغییر رو دارم جلسات روانشناسی اگر قراره در مو تغییری ایجاد بکنه باید آمادگی و شجاعتش رو داشته باشیم شجاعت پذیرفتن نقص هام مشکلاتم و آمادگی اینکه اون تمرین های شناختی تمرین های رفتاری آنچه که در مورد روابط من گفته میشه آمادگی داشته باشم که اون تمرین ها و اون تکنیک ها رو اجرایی بکنم آمادگی و شجاعت تغییر چون واقعا تغییر دوستان عزیز شجاعت میخواد خیلی ها نگران روبرو شدن با ضعفشون هستن در نتیجه این شجاعت رو ندارن و در نتیجه سالها با مشکلاتشون سر میکنن چون نگرانند مثل بیماری که قده سرطانی داره ولی میترسه که بره پیش دکتر و دکتره بگه سرطانت بدخیمه در مسائل روانی ما و بهداشت روانی ما و روابط زناشویی ما و روابط فرزند پروری ما همه اینها نیاز به یک شجاعتی برای تغییر و اعلام و آمادگی برای این که من میخوام تغییر ایجاد کنم هفت به زور و اصرار دیگری نیومدم گاهی اوقات پدر مادر یا همسر به زور همسرش رو فرزندش رو برمیداره میاره ولی هیچ همکاری نمیکنه طرف چون انگیزه ای نداره به زور انگار آوردنش انگار توی خیابون دست یکی رو بگیری بکشی بیاری تو جلسه مشاوره اگر میخواید کسی رو بیارید جلسه مشاوره یادتون باشه باید بپذیره که مشکلی وجود داره و میخواد بیاد حلش بکنه حالا یا در مورد خودش یا در مورد اعضای خانوادهش شاید برای تزریقات به زور یه نفر رو بیاریم یا آمپول بزنیم و چون وارد گردش خونش میشه تاثیر داره جلسات روانشناسی واقعا اینجوری نیست باید طرف انگیزه داشته باشه با زور و اصرار کسی رو بیاریم تو جلسه مشاوره کمکی نمیتونیم بهش بکنیم هشت پیش روانشناس اومدم نه پیش رمال نه پیش کفبین نه پیش جادوگر واقعا بعضی از دوستانی که مراجعه میکنن انتظار دارن تو یک جلسه مثلا همه مسائل طرف قیب بدونه که مثلا من با این آدم در آینده رابطم خوب خواهد شد در آینده این دیگه خیانت نخواهد کرد مگه روانشناس جادوگره مگه رماله مگه میخواد کفبینی بکنه روانشناس بر اساس اطلاعاتی که شما در اختیارش قرار میدید ابزارهایی که داره و تخصصی که داره شیوه هایی که میتواند به حل مشکل شما کمک بکند رو میگه که اونم نیازمنده به کار بستن اون شیوه ها توسط شما و طرف مقابلتونه ولی اینکه آیا انجام می دهید نمی دهید چگونه انجام می دهید دنبال می کنید این تکنیکو مراجعه خواهید کرد یا یه بار میاد و دیگه نمیاد این واقعا از دست هیچ روانشناسی در هیچ حوزه تخصصی کاری بر نمیاد نه تمرین ها و راهکارهای روانشناس رو عمل میکنم روانشناس وقتی که به شما راهکاری میده اگر اون تمرین ها و راهکار را اجرایی نشه خود جلسه مشاوره کمک چندانی نمیکنه هر چند بله یه مقدار درد دل میکنید یه مقدار ممکنه یه بینشی براتون ایجاد بشه ولی تکنیک هایی داره دیگه این تکنیک حتی روانشناسایی که ما میریم پیششون فقط اگر قرار باشه به ما حرف بزنن و هیچ راهکاری به ما ندن تکنیکی به ما نگن خب اون جلسه جلسه کاربردی نیست قراره که به ما راهکارهایی رو بدن و قرار اون راهکارها اجرا بشه ده تو یک جلسه ده ها مشکل رو با هم مطرح نمی کنم توی روانشناسی ما اینجوری به قضیه نگاه میکنیم یک مشکل چندین جلسه وقت میبره نه اینکه در یک جلسه چندین مشکل رو میخوام حل کنم باور بفرمایید من مراجعینی داشتم از جلسه یک ساعته حدود پنجاه دقیقه یک ریز داره از مشکلات خودش میگه و انتظار داره تو ده دقیقه آخر من مثلا عجی مجی لا بکنم و تمام مثلا 20 تا مشکلات کودکی و نوجوانی و رابطهش با همسرش و خلق و خو و کنترل خشم و وسواس هم داره و استراب هم داره و با بچه هم نمیتونه ارتباط برقرار بکنه و ترس داره یه سری فوبیاها داره از آسانسور هم میترسه یه لیست بلند بالا و ده دقیقه آخر میگه خب شما بگید من الان چیکار کنم میگم هیچ من فقط فعلا گوش کردم و من مطمئنا تو یک جلسه اگر خیلی هنر بکنم فقط یه دونه از این مسائل تو رو بتونم بررسی بکنم اونم درمان نه بررسی و نیاز به پیگیری داره واقعا اینجوری نیست که شما مسائل روانشناسی رو فکر بکنید که یه قرص مسکنیه که میدید از داروخونه میخرید میخورید سردردتون خوب شد دیگه اینجوری نیست اگر واقعا با این انگیزه مراجعه میکنید به جلسات روان درمانی به نظر من مراجعه نکنید چون همون یک جلسه وقت و هزینهتون از بین میره یک مشکل چندین جلسه وقت میخواد نه اینکه در یک جلسه چندین مشکل رو بخوایم حل بکنیم این یادتون باشه یازده صبر و حوصله به خرج میدم شتاب زده نباشید عجول نباشید مسائل روانی ما که طی سالها به وجود اومده یقینا شما تو یک هفته نمیتونید درمانش بکنید این واقعیتی است فکر نکنید که یه روانشناس اگر به شما اینو میگه میخواد شما رو فقط بکشونه به جلسات خودش من از انگیزه های خبر ندارم بگم همشون اینجوری هستن یا نیستن شاید هم اینجوری باشه ولی تو واقعیت اینجوری که شما فکر بکنی که من تو یک جلسه که میرم باید مسئلم حل بشه واقعا اینجوری نیست این مسئله که ریشه مثلا در ده سال زندگی زناشویی شما داشته یا دوران کودکی و نوجوانی شما آسیب هایی به شما رسیده شما تو ده دقیقه رو نیم ساعت چل دقیقه میخواید حل بشه مطمئنا میتونید راجبش تو یک ساعت حرف بزنید و میتونید یه سری راهکار هم را بگیرید ولی صبر و حوصله میخواد تا اون شیوه ها با پیگیری های شما و مراجعات متکرر و چک کردن اون آزمون و خطاهایی که اتفاق افتاده بتونید با کمک خودتون و با کمک روانشناستون مسئله رو حل بکنید دوازده پیش روانشناس میرم برای راهنمایی و درمان نه برای مناظره بعضی ها میان روبرود میشینن مسائل پراکنده ای که توی روانشناسی و تو این کانالا و دو تا کتاب خونده میخواد مناظره بکنه کلاس درس نیست اونجا اونجا دور همی روانشناسی نیومدیم دور همی جلسه درمان جلسه مشاوره است برای شناسایی مسئله و درمان مسئله بنابراین اگر میخواید بیاید بحث و مناظره بکنید با روانشناس و اطلاعات روانشناسی خودتون رو با روانشناستون در واقع چک بکنید به نظر من کار خیلی مفیدی نمیتونه براتون باشه سیزده پیش روانشناس میرم برای حل مشکل نه فقط درد دل بعضی از مراجعه میان وقتی درد دل میکنم میگه آخه راحت شدیم بله جلسات روان درمانی مشاوره نزد درمانگر وقتی شما میرید خود صحبت کردن بله کمی حالتون رو خوب میکنه حالتون رو کمی خوب میکنه اما درمانتون نمیکنه مثل دندون دردیه که شما یه مسکن میخوری یا یه مثلا از این محلول های بیهس کننده میزنی رو دندونت و اسم میکنی که خوب شده خوب نشدی آروم شدی فردا دوباره شروع میشه جلسات مشاوره و روان درمانی بله یکی از کاربرداش اون حس درد و دل و سبوکی رو به مراجع میده اما شما اومدین درمان بکنی نه درد و دل یعنی حرفاتو که زدی حالا گوش بده که چیکار باید بکنی نه اینکه من اومدم فقط حرف بزنم چهارده به روانشناس هم فرصت حرف زدن میدم اینجا نگاه نکنید الان من انقدر راحت دارم حرف میزنم چون من فعلا متکلم وحدم روبروم کسی ننشسته تو حرفم بپره اما تو جلسات اگر اون حوزه حریم شخصی مراجعه اجازه میداد و میشد ضبط کرد که این کار درستی نیست و نباید ضبط بشه طرف روانشناس مگر با اجازه مراجع اون موقع میدیدید بعضی از مراجعین واقعا اجازه صحبت کردن و اظهار نظر به روانشناسشون نمیدن شخصیت استرابی شدید وسواسی شدید که هر ده تا جمله میگه تا روانشناس میخواد بیاد یه نکته رو بگه دو تا نکته دیگه اضافه میکنه میپره گذشته آینده اون شنان آشفته میکنه جلسه رو اصلا اجازه نمیده که روانشناس هم حرفی بزنه این سیزده چارده موردی رو که گفتم دوستانه بر اساس تجربیات سالها کار تجربی که با مراجعین هم داشتم خدمتون گفتم اگر میخواید که پیش روانشناس هر روانشناسی مراجعه بکنید یه مروری بکنید روی این چند تا نکته که گفتم با نگرش درست با انگیزه درست برید سراغ روانشناس که پول و وقت و انرژی که میذارید حداقل فایده داشته باشه آرزوی بهترین ها رو براتون دارم امیدوارم که شاد و تندرست باشید